از اواسط رادیو موسیقی دانانی که وارد رادیو شدن شل و آروم شد و بر اساس آوازها ارکستر مثلا یک تصنیفی یک آوازی رو خیلی آروم با ریتم کوتاه میزن. ولی بعدن که حفظ اشاره باز شد یه سری افرادی اومدن که مخالفت با اون سیستم قدیم کردن و اومدن ردیفای موسیقی ایرانی رو اومدن هم خوندن هم زدن. ولی من باید بگم که ما کمتر هنر، یعنی اصلا هنرمند واقعی نداریم که ازش یک ردیف باقی مونده باشه. همیشه ردیف مال افرادی هست که ممکنه سازی بزنن، آوازی بخونن، نه سازن خوبی بودن، نه آوازخون خوبی بودن. اینا اومدن یه سری آوازهایی که اساتید قدیم میزدن یا میخوندن، اینا رو برای خودشون، شخص خودشون مرتب و منظم کردن و اومدن کلاسهایی باز کردن و با سیستم و دیسیپلین بسیار مشکل و سخت که خلاف درس موسیقی ایرانی اینو به شاگرداشون تحمیل کردن. یعنی مثلا تو تحریر، مثلا فرض کنیم توی همایون یادم یک استادی در دانشگاه تهران درس میداد اینجوری: مرا دو چشم برا هو هو هو. مثلا این هو هو میاد سه تا باشه، اگر چهار تا بود اشتباه بود. درست در همون زمان من در محضر مرحوم امیر قاسمی رفتم، ایشون دیدم اصلا اینطوری نیست. اولا صدا اینقدر قشنگ میخوند که شاگرد آرزو میکرد مثل اون بخونه، در صورت این ردیف اونهایی که ردیف میخونه ردیف درست نه، اصلا صداش خوب نیست. بعد شاگردهای اونا میبینه تمام یه چیزه میخونه، یعنی از رادیو موقعی که ببینید یه خواننده میخونه، شنونده فوری میفهمه بعدش چی میخواد بخونه، بعدش چی میخواد بشه. من یادم در محضر استاد امیر قاسمی بودم، سگاه رو میخواستم تمرین کنم. بعد به من گفت عطا جان امروز ما سگاه کار میکنیم. گفتم که باشه. بعد شروع کرد یه درآمد سگاه اینطوری مثلا بود:
درست شما تغییرات این موسیقی رو در آواز خوندن ادیب در رادیو ببینید که در یه زمان گذشته قدیم خیلی زیبا میخوند، از یه زمان درست میبینید که امروزی شد و شل شد. شما یک شعر حافظ رو مثلا من یادم با استاد کیانی در دانشگاه سوربن پاریس من یک آنالیز میکردم روی آواز خوندن سبا یا حسین تهرانی با مرحوم امیر قاسمی. مثلا جلیبی ها اینطوری میخونم سرم دولت بیدار. ببینید شما این شنونده اصلا فکر میکنه سرم دولت بیدار چی؟ یعنی اصلا نمیفهم شعر چی، ولی قدیم اینطوری سرم دولت بیدار به بالین آمد گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد ای دادون. شما کمتر آوازخونی که در شرایط فعلی میبینیم که شعر رو بتونه درست بخونه و شما بفهمید شعر، همیشه شعر رو تو ذهنشون یه جوری میگردونن، یه جوری بعضی چیزها رو شبیه هم میگن. یک آوازخون اول باید شعر رو خوب بتونه بخونه، هر شعر چند نوع خوندن داره، باید یه استاد آدم رو تصحیح کنه بگه که این سحرم دولت بیدار، یا ممکن بگه سحرم دولت بیدار، یا بگه سحرم دولت، یعنی چند نوع داره و یک هنرمند باهایی کنی که برسه که این شعر چجوری بخونه و چجوری بیان کنه.